برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. جمعی از محققان و دیپلمات‌های ژاپنی در دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا حضور یافتند. در این دیدار کارشناسانی چون دکتر کیکو ساکایی و دکتر کائورو یاماموتو به بررسی انقلاب 1920 عراق و نقش مرحوم آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی در این رویداد پرداختند. همچنین در این دیدار درباره اهمیت علم و نقش عالمان در پیشرفت جوامع نیز گفتگو شد. خدمات علمی و جهادی خاندان معظم شیرازی و آثار منتشر شده در حوزه‌های مختلف مذهبی و اجتماعی پرداخته و نظرات ایشان نیز در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت. نیروهای امنیتی ترکیه در 7 عملیات همزمان 6 عضو گروه تروریستی داعش را دستگیر کردند. این عملیات به منظور مصادره منابع مالی داعش و شناسایی 9 فرد تحت تعقیب در تأمین مالی این گروه انجام شد. تحقیقات تحت نظر دادستان عمومی ازمیر صورت گرفت. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که 83 پروژه انسانی به دلیل 170 حادثه در سپتامبر تعلیق شدند. 98 درصد این موارد ناشی از مداخلات طالبان بوده و خشونت علیه کارمندان نیز گزارش شده است. بیش از 5 میلیون کودک در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند. رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از راه اندازی پویش ملی برای ترویج کتابخوانی خبر داد و آمادگی نهاد برای همکاری در سواد آموزی و کتابخانه های عمومی را اعلام کرد. 15 همایش اسلامی با موضوع جوانان و دینداری، چالش‌ها و فرصت‌ها در کاتالونیا برگزار می‌شود. این همایش از 3 آذر تا 2 دی با همکاری نهادهای مختلف به بررسی مسائل مرتبط با جوانان و دینداری می‌پردازد و بر تقویت رهبری جوانان تأکید دارد.